خانم کریم بیگی، من مطلع شدم که ظاهرا اتفاقی افتاده و سنگ قبر مصطفی کریم بیگی شکسته شده، درست هست این خبر؟ بله، این خبر صحت داره و من امروز که اومدم سر خاک مصطفی میبینم که قبر مصطفی رو از منطقه‌ای که نوشته بودیم که شهید آرامگاه شهید مظلوم و عاشورا شکسته شده و صورت مصطفی رو شیکوندن که بعدا عکسش هم حتی بعدا میتونین ببینین اینا که شیکوندن. من نمیدونم که با این رفتارشون چی رو میخوان ثابت کنن. فکر کردن که با یه سنگ قبر شیکوندن میتونن مصطفی رو از یاد مردم ببرن، از یاد این ملتی به که اینجور مظلوم واقع شدن ببرن. نه، مصطفی اسمش زنده است، مصطفی هست، نشون میده که مصطفی زنده است. در اینه که با یه مرده که اینا با مرده که درگیر نیستن، با زنده پس درگیرن. از مصطفی من هست که اینا هنوز درگیرن و ازش میترسن. آیا قبلا سابقه داشته چنین اتفاقی و میتونید یه توضیح بدید؟ والا سال قبلم نه، به خاطر اینه که روی سنگ قبر ما نوشت شهید مظلوم عاشورا اعتراض کرده بودن بهمون و گفته بودن که سنگ قبر رو عوض کنیم، که ما هم گفته بودیم که ما عوض نمی کنیم، میخوایم خودتون عوض کنین. گفته بودن که نه، باید که خودتون عوض کنین، ما حتی هزینه شو میدیم که شما عوض کنین. دقیقا کجا شما رو در واقع خواستن و این درخواست رو از شما داشتن که سنگ قبر رو باید تغییر بدین؟ آیا بنیادش همین اومده بودن سر خاک مصطفی و با پدرش هم تلفنی صحبت کرده بودن که این سنگ قبر رو باید عوض کنید. احترامیایی که در واقع به خانواده صورت میگیره و فشارهایی که هست رو آیا شما به مراجع قضایی هم اطلاع میدین؟ نه، من اطلاعی نداده بودم به مراجع قضایی بابت این مسئله، ولی خب من واقعا در این مورد از آقای احمد شهید میخوام از ما حمایت کنه که اینجور مثل سنگ قبر بچه من هم اینا چی میکنن، اینا چی فکر کردن؟ اینا فکر کردن که سنگ قبر بچه منه بشکنن من ساکت میشینم. من همون جوری که بارها بارها تو مصاحبه هم گفتم، من زبون مصطفیم، حتی مگر اینکه منه خفه کنن، مگر اینکه منه بکشن، اگه بخوام بکشن بیام بکشن، من خفه نمیشم بعد که صدای اعتراض من بلندتر میشه، من بیشتر فریاد میزنم، بیشتر دادخواهی میکنم که آیا باید کار بشه، باید سنگ قبر بچه منو بشکنن؟ مگه پسر من مظلوم نبود؟ مگر پسر من روز عاشورا کشته نشد؟ پس اگر کشته شده که شهیده، مگر اسلام، مگر دین، مگر نمیگن که اگر کسی رو که مظلومانه بکشن، اگر کسی رو که به نیت کشتن بکشن و با یک تیر بزننش آیا شهید نیست؟ اگر پسر من مجرم بود چرا دادخواهیش نکردن؟ چرا تو خیابون کشتنش؟ چرا ظهر عاشورا کشتنش؟ چرا ولر چه کشتنش؟ الان اخیراً برای پدر یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات، پدر رامین رمضانی، هم حکم حبس 3 سال بله شنیدم. میخواستم ببینم که فشارها روی خانواده ها فکر میکنین چرا زیاد شده، همزمان این اتفاق برای سنگ قبر مصطفی هم افتاده و برخی دیگه از خانواده ها هم گزارش های دیگه ای میدن. ارزیابی خود شما چیه؟ فکر میکنین چرا الان این اتفاق همزمان داره میفته؟ من فکر میکنم که اینا بیشتر دلهوره دارن، میترسن از ما. هر چی زمان میگذره اینا فکر میکنن که میتونن زمان یه سرپوشیه برای کارای اینا، ولی مردم بیشتر آگاه‌تر میشن. همونجوری که خیلی ها شده که بارها و بار، یعنی اومدم اینجا دیدن سنگ قبر بچه من، روی سنگ قبر بچه من گل گذاشتن، شمعی روشن کردن، غریبه اومده من دیدم شمعی که تازه روشن شده. پس مردم آگاه، پس مردم میدونن و اینا فکر میکنن که بخوان تهدیدات صدای ما رو ببرن، بخوان با این تهدیدات مردم رو، یعنی مردم آگاه نه، مردم همه آگاه هم. حالا یکی
صدای اعتراضش بلندتره، میره زندان و میبینین که زندان ما الان پر شده از مخالفین، چه از آقای موسوی و کروبی گرفته چه ملت شریف ایران، که همشون واقعا مردم واقعا دلشون برای هم میسوزه و اعتراض میکنن و تو زندان هستن. چه جوانای دانشجوی ما که الان تو زندان ها براشون سال حبس بریدن. خانم کریم بیگی، اگر نگرانی وجود نداره من همین گفته های شما رو با صدای خودتون منتشر بکنم و اگر ناگفته‌ای هست بفرمایید. من از شما ممنونم و خیلی 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 هم مصرم که حتما این گفته های من پخش بشه. بعد سر مزار مصطفی هستم، بالا سر مصطفی هستم. این صدای خود مصطفی است که شما میشنوین که کیفر هیچ گناهی چون ظلم زودرس نیست و یک روزی میشه که شما باید جواب پس بدین و اون آه مادران عزادار یک روزی دامن شما رو خواهد گرفت.